ما فاش کرد به باید در این راه کنکاش کرد چون از قبر برخاست شد آشکار چون از قبر برخاست شد آشکار به شاگردها ادعی بیشمار با درود خدمت هموطنان عزیزمون این برنامه در این وقت برنامه زنده هستش هموطنان عزیز و می توانید با ما در تماس باشید در برنامه در پرتو عشق که به توسط شبکه امید جاودان در سراسر جهان پخش میشه به طور خاص هموطنان عزیز ما که در ایران هستند مشروط بر اینکه که مایل هستید برای شما دعا بشه سالی دارید نسبت به کلام خداوند و اگر گواهی دارید می توانید تلفن ما در زمان برنامه زنده باز هست با شماره تلفن های 818 716 تا صفر و 818 699 16 15 با ما تماس بگیرید و عزیزانی که مایل هستند از خدمات سازمان ونگارد پیس که من بنیانگذار اون هستم در کنار بقیه رهبران و خادمینی که کنار من هستم نیز می توانید به سایت ما مراجعه فرمایید سایت ما هست pwoc.church چرچ اگر مایل هستید عضو سازمان پیشتازان صلح بشوید عضویت خودتون رو اعلام کنید هدف سازمان ما این هستش که بتواند خبر خوش نجات رو به دیگر هموطنان عزیزمون چه داخل و چه خارج برسونه این پیام عشق رو این پیام محبت رو این پیامی که میتواند صلح چهارگانه انسان با خدا انسان با خودش انسان با خانواده انسان با خلق خدا رو به توسط روح القدس نیز اعلام کنه و شما اون رو دریافت کنید و پس از سرنگونی نظام اسلامی بتوانیم در کشور عزیزمان دستی باشیم برای کسانی که معتاد هستن تا کمکشون کنیم برای ترک اعتیاد برای بچه های خیابونی خانواده های بی زنان بی که متاسفانه در طول این چهل سال بسیار شده ما بتونیم دستی باشیم برای یاری کردن حتما نیازمند به کمک های شما هستیم هم کمک های این که از نظر مالی و هم کمک هایی که از نظر تخصصی پس تشویقتون میکنم لطفا روی سایت ما برید بازم این سایت رو یک بار دیگه میگم pwoc.church و اگر مایل هستید به ما از نظر مالی کمک کنید تا ما بتوانیم همواره روی ماهواره باشیم و این خدمت رو گسترده کنیم خداوند با قلب من صحبت کرده نیازمند به 300 نفر هستیم که حداقل با ماهی 30 دلار روزی یک دلار من ایمان دارم که عزیزانی که دلشون برای مسیح هست وقتی که چنین تصمیمی رو میگیرن خداوند اونها رو برکت میده پس روی سایت ما برید بی و مبلغ هدیه خودتون رو به توسط کردیت کارت و یا ویزا اونجا نیز بپردازید ما در انتهای سال گذشته از این که از شما تشکر خواهیم کرد با نامه ای همچنین برای شما نامه ای رو میفرستیم که برای تکس و مالیات شما میتونه خوب باشه سازمان ما سازمان نانپرافیت هستش و هدفش نجات، آزادی، امنیت، آرامش برای ایران و ایرانیان می باشد و خودمون رو در این قسمت محدود نکردیم هم بطنان عزیز فقط به چارچوب کلیسا چرا که کلیسای مسیح تعریفش نجات جهانیان هستش قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به قسمتی از کلام خداوند سعی میکنیم در برنامه های در پرتوی عشق بیشتر از کلام خدا بشنمیم اما مسلم میدونیم که در این روزها روزهایی که روزهای بسیار حساس هستش متاسفانه شاهد بر این بودیم که نظام اسلامی با هرچند با آمارهای مختلف خود آماری که نظام اسلامی داده حدود 150 نفر رو از جان باختگان میهن در راه آزادی رو داشتیم ولی خب سخنان دیگه به گوش ما میرسه اخبار دیگه تا مرز 300 الا 600 نفر به توسط نیروی انتظامات بسیجی ها پاستار ها آخوندها خود خامنه ای مجلس جمهوری اسلامی حزب ها کشته شدن همه حتی میخوام بگم اونهایی که از نظام اسلامی حمایت میکنید و میگی من که فرمان ندادم تا مادامی که شما حمایت میکنید نظام اسلامی دست شما به این خون آلوده است و شما قاتل هستید و در روزی که ایران عزیز ما آزاد بشه یا باید با وجدان خودت کنار بیایی و یا با وجدانت کنار خواهند آمد آزادی خواه های آینده میبینیم عکس شهدای عزیزمون رو که تعداد شماری از این شهدا رو دارن نشون میدن جوانان این جوانان جوانانی ای هستن که هموطنان عزیز سمره به اصطلاح خود همین نظام اسلامی هستن از این که در این چهل سال اینا به دنیا آمدن و توی مدارس نظام اسلامی رشد کردن و این نظام اسلامی که هنوز فکر میکنه داره انقلاب میکنه انقلاب معمولا مربوط میشه به چند ماه تا یک سال دیگه تمومه دیگه اون نظامی که ساکن میشه دیگه یه کلمه انقلاب استفاده نمیکنه اما این بچه هایی که تو همین نظام اسلامی به دنیا آمدن همه اینا دوباره شدن ضد انقلاب به اینا میگن ضد انقلاب امروز من میخوام اعلام کنم عزیزان ضد انقلاب نور بر تاریکی خود نظام اسلامی هست این جوانان ما انقلاب نور رو به عمل آوردن و در برابرشون متاسفانه نظام تاریکی اسلامی اونها رو کشت نه به سنشون نگاه کرد و نه به موقعیتشون حتی چه بسا که در بین تظاهرات کنندگان بالاخره تو خیابون یه شخصی هم رفته یه چیزی بخره برگرده حتما اونم محترس هست کسی توی ایران به ندرت پیدا میشه که موافق جمهوری اسلامی باشه ولی خب کشته شده یعنی به هدف تظاهرات هم شاید نرفته باشه و من شاهد بر این اتفاقا بسیار بودم از سال پنجا و هفت من خودم شاهد بودم که دوستان ما که سنشون اون زمان پونزه شونزه سال بوده برفض از جلوی دانشگاه رد می شده این که دارم میگم قسمتی از حقیقت تلخه داشته میخواسته بره خیابون فردوسی بره ساختمان پلاسکو ماهی بگیره برای آکواریومش و اونجا زندان کرد بردن زندان از زندان هم به عنوان یک شخص سیاسی حالا 15 16 ساله چگونه سیاسی میشه سیاسی ایشون رو اعدام کردن دختر و پسر متاسفانه حتی تا 13 سالم هم ما خبر نمیخوام با این صحبت ها تلختون بکنم عوض میخوام ازتون فردا پنجشنبه مصادف هست در سرزمین آمریکا که چهار رومین هفته ماه نوامبر تمام سالها روز شک میشه در از این هفته هفته شک هست هموطنان عیزم و آمریکایی ها مطابق آنچه که مرسوم هستش و این شکرگذاری رو از روزی میدانن که در آمریکا در کانادا اومدن و بعد از اینکه محصولاتشون ثمره داد و دیدن توی این کشور میتونن آزاد زندگی کنن و میتونن کشوری پربرکت هستش مرسوم هستش که بله بوغلموی رو درست میکنن حالا در کنارش بعضی ها ماهی میذارن و فامیل دوره هم جمع میشن دوستان دوره هم جمع میشن و مرسوم بود که برای هم دعا میکردن و همچنین شگذاری هم نیز میکردن برای وجود هم دیگه برای سرزمین این سرزمین آمریکا کانادا و اگر سرزمین های دیگه بر این باور هستن برای کشورشون شگذار بودن برای دولت های اون کشور شوگذار بودن خب ما که در ایران یک دولت جنایت کار داریم برای اون نمیتونیم شوگذار باشیم اما میتونیم شوگذاری کنیم که خدا با ماست و همون گونه که کلام خدا میگه تا خدا با ماست کیست بر ضد ما خدا با ملت ایران هست و شیطان با دولت نظام اسلامی هست ملت ایران با آه و ناله اما با خدایی که به ایمان دارن سر بر بالش میذارن و آخوندا و خامنه ای با حضور شیطان سر رو تازه رو بالش که میذارن فکر و خیالاتشون بیشروع میشه و ناآرامیاشون چون که شیطان هرچند کمکت خواهد شاید بکنه ثروتمند بشی سابق قدرت بشی اما آرامش تو نخواهید داشت خردم نخواهید داشت کسی که با شیطان سر به بالش میذاره مانند این آخوندها و نظام اسلامی اما میخوایم با هم دعا کنیم تلفن ما باز هست خواهش میکنم هر موقع مایل بودید از هر کجا می توانید زنگ بزنید توی این وقت که چهارشنبه هستش به وقت لس آنجلس ساعت 11 و 25 دقیقه هست ساعت رو میگم که بدونید این وقت الان این برنامه زنده هستش میتونید با ما تماس بگیرید در تکرار برنامه هم میتونید با ما تماس بگیرید ما پاسخگوی تلفن شما هستیم برای دعا گواهی رو بشنویم و یا اگر سوالی هستش و اگر مایل هستی قلبت رو به مسیح بدیم پدر آسمانی خدای قدوس شکر میکنم برای محبت عظیمت شکر میکنم برای این سرزمین آمریکا خداوندا سرزمینی که ای پدر جان اجازه دادی مردمی که در رنج و سختی ها اصلا پناهنده این کشور میشن خداوندا جایی داشته باشن برای زندگی کردن اینا که از تو میخوام خداوندا جهان رو به حضورت میرم تمام کشورها مردم جهان رو تو با فیض اونها رو دستگیری کنی و برکت بدی به طور خاص خداوندا هموطنان ایرانی عزیزمون رو که در ایران هستم در این سختی ها هستن تو تسلی بدی و تو حکمت بدی چگونه این مبارزه رو بر علیه تاریکی نظام اسلامی داشته باشن همچنین دعا میکنم خداوندا برای خانواده های که فرزندان خودشون رو ای خدای قدوس اینک نزد تو دارن میدونیم که پیش تو هستن ای خداوندا اما ای خداوندا جان باختگانی هستن برای کشور عزیزمون ایران خواهش میکنم تسلی ای خدا بر این خانواده ها باشه بر پدران بر مادران بر خواهران بر برادران ای خداوندا، بر فرزندان ای خدای قدوس و برای تمام افرادی که ای خدا عزیزی رو از دست دادن دوستی رو از دست دادن در این ایام و خواهش میکنم در نام عیسی مسیح خداوند مطابق فیضت کشور عزیز ما ایران رو از دست این قدرت تاریکی اسلامی تو رهایی بده و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلب با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین که با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم بریم از خود آمریکایی ها بشنویم کلیپی هستش که از یاسر عزیزم خواهش هم نشون بدن البته به زبان انگلیسی است اما تو هم وطن عزیزم میتونی زیرنویسش رو بخونی و نظریه خود آمریکایی ها رو نسبت به روز تکسیمین و یا شگذاری بدونی i think thanksgiving is very popular in the united states because it's a non-religious holiday that everyone can celebrate it allows us to all get together and be thankful for the things that we do have and we have so much in the united states it was the first meal that the um, colonists had they had survived for a long time and we're thankful that they were still living, and so we continue that tradition. It's a celebration of coming to America and enjoying family. Really embodies the family spirit. Family. Family. Time with our families. Consuming something, putting something into our bodies is, is really, really important. And to sit down as a group and do something that's so close and so intimate, um, I believe it, it, it really brings out the uh, the love. We all sort of take a deep breath and sit down together and share a meal and share stories and laughter all your friends and family get together and just be thankful for what you have it really is a tradition it's involved into where families get together it's unlike any other day of the year so a very true american holiday it's my favorite holiday بله آنچه را که مشاهده فرمودید نظریه آمریکایی ها بودش نسبت به روز تکسگوین و یا روز شوق بسیار روز زیبایی هست و توی آمریکا سعی میکنن در آن روز فروشگاه ها قیمت اجناس رو بیارن پایین طوری که صفی میشه یه شروع حالی هستش حالا خود من شخصا اینقدر در نظام اسلامی موقعی که توی ایران بودیم توی صف بودیم که وقتی میریم یه جا میریم چهار نفرم تو صف وایسادن زیاد خوشمون نمیاد تو اون صف وایسیم شخصا خودم نمیرم اما قیمت ها بسیار میاد پایین همه هدف دولت ها بر این هستش که مردم رو شاد کنن مردم رو به یه هیجانی بیارن و میدونیم که وقتی ما شاد میشیم روحیه ما عوض میشه آرامش میگیریم رابطه ها و ریلیشنشیپ ما خوب خواهد شدش چرا متاسفانه ما در کشورهایی که میبینیم آسیب های اقتصادی بسیار دارن آسیب های سیاسی و اجتماعی دارن میبینیم پر از خشم هستن پر از تلخی هستن از جمله کشور عزیز ما ایران هرچند مردم ایران حقیقتا خداوند یه برکتی بهشون داده توی سختی هم سعی میکنن با شوخی هایی که ایجاد میکنن با جوک هایی که میسازن از این کادر غم و اندوه بیان بیرون و اینجا شگذاری داره اما نهایتا وقتی برمیگردن ایران پر از درد و غم بر می برمیگردن خونه هاشون پر از غم و درد هستن و با اون رنج متاسفانه سر میذارن میخوابن و با اون فکر و خیالات چرا که نظام اسلامی متاسفانه عملکردش هرچند با یک باور مذهبی هست من مذهب رو تایید نمی کنم هرگز خودم رو یک لا مذهب میدونم مرید خداوند هم مسیح لا مذهب هست میدونم کلیسای ما هم کلیسای لا مذهب ها هست مثلا مسیحی که زنده است لا مذهب هست رابطه عاشقانه هستش اما چون نظام اسلامی با یک باور مذهبی و الله الله کرده متاسفانه یک بت رو به عنوان خدا همون گونه که قرآن هم میگه قرآن باورش اینه که بت الله خدا هستش برای همین همین میگه الله و اکبر منظور داره چون میخواد بگه این بوته از همه بوتا دیگه بزرگتره یه لزومی نداره بگه الله و اکبر چه خدا که خدا بزرگه دیگه چه لزومی داره بگه الله و اکبر پس بنابراین اینها برمیگرده البته به تاریخ اسلام و شخصی به نام محمد که وقت این رو نداریم این موضوع رو بیشتر بپردازیم و نقد کنیم قرآن رو خوشبختانه اسلام و معلمین قرآنی خودشون دارن نقد میکنن با اعمالشون مانند نظام اسلامی ولی آیا حقیقتا خدا میخواد ما در حضور او باشیم او رو بپرستیم بعد اون خوشش بیاد اون خوشحال بشه مسلم میدونیم که اگر ما خدا رو حکیم میدونیم که یکی از ذات خدا ویژگی یکی از ذاتهای خدا حکمت هست اگر خدا چنین حکمتی داره چقدر پس کوچیک فکر میکنه که ما بریم در حضورش فقط اونو پرستش کنیم حالا اونم خوشحال بشه موجوداتی رو آفریده و اونها میان میگن ما تو رو دوست داریم تو چقدر بزرگی تو چه جلال برنامه تو ما وقتی که برمیگردیم از همون ابتدا پنج کتاب اولی که کتاب تورات هستش که اولین کتابش کتاب پیدایش هست موسا که نویسنده این کتاب هست با هدایت خداوند یعنی هدایت روح القدس و آنچه را که گرفته بوده از مردان خدا در اون عصر اعلام میکنه خدا انسان رو به شباهت خدا آفرید از نظر شکل روحانی قبلا هم در این باته رابطه صحبت کردیم و در کتاب اشعیا باب 43 آیه 21 کلام خداوند اعلام میکنه که خدا میخواد با مردم با قوم خودش <تص> با اونهایی که دوستش دارن در یک مشارکتی باشه که این رو این مشارکت رو همون تسبیح میگه همون پرستش میگه و این یک رابطه هست هم عزیزم داله بر این نیستش که خدا میل به این داره عذر میخوام خدا میلی به این داره که ما او رو بپرستیم و اون نیز اونجا افتخار کنه به این که ما اون رو داریم میپرستیم بلکه در حضور خداست که ما بیشتر خدا رو میشناسیم و چون خدا رو میشناسیم خدای حقیقی رو مسلما ما به شباهت خدا نیز خواهیم شد در رابطه در آموختن در گذشته به خوبی میدانیم شاگرد و استاد با هم زندگی میکردن مانند امروز نبود که چند ساعت در طول هفته و یا اینکه در طول روز نهایتا شاگرد و استاد با هم باشن چه در دانشگاه و چه در مدارس و چه در محل کارآموزی مانند کسب و کار بلکه استاد شاگرد که میومد اومد در اون مکان حالا در هر رشته با اون زندگی می کرد همون خوراکی که استاد میخورد اون شاگرد میخورد همون زمانی که استاد بیدار میشد شاگرد بیدار میشد و شکل شاگرد کم کم شکل استاد رو میگرفتش خداوند نیز میخواد ما در حضور او مانند اون شاگرد و استاد باشیم از این رو هست در انجیل متا 28 19 ما میخوانیم که عیسی مسیح اعلام میکنه بروید و قوم‌ها و مردم را بشارت دهید و تعلیم دهید و شاگرد بسازید نه شاگرد رسول بشن خیر شاگرد خدا بشن چون در انجیل متی 548 هم اعلام میکنه عیسی مسیح کامل شوید همچون خدا پس اینجا هدف خداست چون خدا انسان را آفرید شکل خودش پس پرستش و شگذاری در حضور خدا یعنی اینکه من بتوانم به شباهت خدا عمل کنم اون روحیه تشویق رو داشته باشم اون روحیه امید رو داشته باشم اون روحیه ایمان و اعتماد رو نیز داشته باشم در مزمور پنجا نویسنده قسمتی از مطلب خودش رو اشاره به همین موضوع میکنه مذبور پنجاه عزیزان که کتاب مقدس دارن میتونن بخونن من از تفضیلی میخونم اصطلاحا میگن قدیمی که کاملا واژه ترجمه شده اون هستش اعلام میکنه ای قوم من بشنو تا سخن گویم یعنی آماده شنیدن باش اگر میخوای اگر حقیقتا توتیواری گوش نکنی تمام تمرکزت رو به صدای من بده ای قوم من بشنو تا سخن گویم و ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا خدای تو من هستم که اشاره به یهوه میکنه اسرائیل هم اشاره به هر کسی که حق جوست قلبش رو مسیح داده توبه کرده و ایمان آورده اسرائیل عزیزان صحبت از ملت اسرائیل نمیکنه خدا شکر برای ملت اسرائیل برای سرزمین اسرائیل اسرائیل اصلی کسی هست که ریشه از شخصی به نام یعقوب داره گرفته میشه که خدا نام یعقوب رو اسرائیل میذاره و قرار بر این هست که از نسل اون نجات دهنده بیاد همون وعده که خدا به ابراهیم داده داره اشاره میکنه پس اسرائیل کسی هست که به خدای حقیقی به یهوه ایمان داره و در مسیر اینکه به شباهت او بشه داره میخواد قدم برداره در باره قربانی هایت تو را توبیخ نمی کنم چرا که قربانی دادن به نوعی در حضور خدا شکرگزاری هست تشکر هست و میدونیم در بین هموطنان عزیز مسلمان ما هم نیز دست به چنین اعمالی میزنن بر فرض مثال کسی که خونه ای می خرید در گذشته امیدوارم حالا کسی این کارو نکنه چون حقیقتا است یا برفرض مثال ماشینی میخرید مرغی رو گوسفندی رو اینا سرش رو میبریدن و خون اون رو به عنوان اینکه برفرض دارن تشکر میکنن از خدا و اون گوشت رو به دیگران به نیازمندان یا به همسایه ها میدادن این البته تایید کتاب مقدس نیست کلام خداوند میگه عیسی مسیح برای یک بار و برای همیشه قربانی گناهان بشریت شد چون قربانی شدن کفاری گناه بود قربانی شدن دلیل بر این نیست که ما بگیم که میخوایم از خداوند تشکر بکنیم حتما در شریعت موسام چنین چیزی بود اما اصلش این هستش که کفاری گناه بشه پس باید هوشیار باشیم تو هم وطن که مسلمان هستی درسته در شریعت چنین چیزی هست اما این رو بدون شما وقتی داری برای یک ماشین که خریدی برای یه نفر که حتی رفته مکه اومده که البته ما مکه رو بتخانه میدونیم به تاریخ اسلام هم نگاه کنید بتخانه هستش کسی خونه میخره وقتی که قربانی میذارید شما دست قربانی برای بت گذاشتید و این بسیار ناپسند هستش اما حتی اگر شما چنین طرز فکری داری فکر میکنی که آره من این کار میکنم از خدا تشکر بکنم میخوایم ببینیم اینجا خداوند چی میگه به آنانی که چنین طرز تفکری داره. اعلام میکنه درباره قربانی های تو را توبیخ نمی کنم و قربانی های سوختنی تو دائما در نظر من است چرا که خداوند خودش در شریعت این رو به موسی گفته بود که اینها انجام بدن و در کتاب خروج تسنیه اعداد عنوان شده بود چنین مطلبی که باشه اما هدف از قربانی کردن چیست بیگناهی و اینکه من در بیگناهی زندگی کنم در یک موقعیت سالم بتونم در روح و روان و فکر و اعمالم زندگی پسندیده از نگاه خدا داشته باشم و اعلام میکنه گوساله ای از خانه تو نمیگیرم و نه بوزی از عاقل تو زیرا که جمعی حیوانات جنگل از آن منند و بهایمی یعنی حیوانات بهایمی که بر هزاران کو می باشم در از خداوند خدا من اعلام میکنه که تو فکر میکنی انسان من نیازمند به خون حیوانات هستم اگر من نیازمند به خون حیوانات بودم جنگل ها مال من هست و توی جنگل ها پر از حیوانات هستن میتونستم اونها رو بکشم و خونشون رو استفاده کنم بلکه من میخوام تو نفس تو قربانی کنی تو اون عادت های بد تو قربانی کنی تا وقتی به حضور من میایی با شگذاری درست بیایی در حضور من کینه و نفرتت رو نسبت به خواهر برادر دوستان قربانی کنید در روز شکرگزاری در گذشته چنین مرسوم بود که میباید حتی در آمریکا و حتی امروز در کلیساها وقتی ما خودمون در کلیسا هستیم تعلیم میدیم و تعلیم میگیریم از کلام خدا که کینه و نفرت رو بشوریم از وجود خودمون به طور خاص در زمان اشای ربانی که عیسی مسیح اعلام میکنه به یاد بیاریم ما نیکویای خدا رو به یاد میاریم کار مسیح رو روی سلیب به یاد میاریم مسیح ما رو بخشید پس ما باید آنانی که به ما بدی کردن اونها رو ببخشیم که تمرکز ما از روی کینه و نفرت حتی میخوام بگم یکی دو تا گام اینورتر بریم تمرکز ما از روی مشکلات و سختی ها از روی خلعه های خالی توی زندگیمون برداشته بشه و تمرکز ما به خدایی باشه که میشناسیم خدای حقیقی خدایی که ذاتش محبت میتونی بگی آمین این که میشنوی محبت حکمت عدالت رحمت و اگر این رو تو باور داری بدون که اون خدا خدای تو خدای یهوه است الله نیست هموطن عزیزم رب خداست به عربی اما الله به عربی خدا نیست یک بوته من این رو بارها گفتم و باز هم خواهم گفت چون سرزمین ایران ما متعلق به یهوه است مال خدای حقیقی هست در سرزمین ایران نام یهوه باید بلند کرده بشه چون مردم ایران مال یهوه هستن. و یهوه مال مردم ایران هستش و این وعده ای هست در کتاب ارمیا 2700 سال پیش کلام خداوند اعلام میکنه خدا بر قلب ایرانی ها میخواد سلطنت کنه و قدرت تاریکی که حاکم میشه به توسط شیطان که امروز ما قافل نیستیم و شاهد هستیم که نظام اسلامی هست خدا میگه این قدرت شکسته خواهد شد میشکنه و باز در این کلام میخونیم ارمیا 49 اعلام میکنه هرچند ایرانی ها آواره جهان میشن اما خداوند دست به آن چرا که وعده داده خواهد زد تا ایرانی ها برگردند به اون سرزمین برای آبادانی اون سرزمین و اینکه خدا بر قلب ایرانی ها سرطنت کنه پس تو هموطن عزیز من اگر امروز خدا دوست هستی این خدا تو از اسلام نیست این خدا تو از نظر لطف و شفقت و محبت پدر تو خود خداست نه از الله نه از اسلام از این رو هست تشویقتون میکنم هموطنان عزیز ایرانیان مسلمان فقط نمیتونیم بگیم ما به عنوان اینکه یک مسلمان زاده هستیم ما میخوایم در این باور بمانیم تشویقتون میکنم مطالعه کنید مطالعه کنید کلام قرآنی که بهش باور دارید و اگر مطالعه کردید این کلام رو و متوجه شدید که درش موضوعاتی هست که دلیلی شده که شما دیگه این رو پیگیری نکنید خواهشم این هستش تماس بگیرید من در خدمتون هستم خادمین ما در خدمت شما هستن اما اگر فکر میکنه یک مسلمان قرآن رو میخونه مطالعه میکنه توی اون قرآن میگه دگر باوران رو باید سرشون رو بزنیم گردنشون رو بزنیم دستشون رو بزنیم پاشون رو بزنیم مخالفین خود رو باید بکشیم اگر دختر هستن باید تجاوز کنیم بعد بکشیم همون گونه که تاریخ اسلام گفته داعش گفته نظام اسلامی گفته این رو بدونیم هم به من حق بدید که اون موقع اعلام کنم متاسفانه متاسفانه اسلام خرد رو از مریدان خود خواهد گرفت اگر کسی قرآن رو میخونه اگر سخنان معلمین اسلامی رو گوش میکنه که چهل سال ما داریم گوش میکنیم ما میدانیم هموطنان عزیز نظام اسلامی ساختار ایدولوژی اسلامی است اما این ساختار یک زیر ساختار داره یک ریشه داره ریشه اون همون قرآنه ریشه اون خود باور اسلامیه ریشه اون شخصی به نام محمد هست که حزب الله رو مطابق سوره مایده آیه 56 اعلام کرد که درش عدالت نیست که درش حق جویی نیست و اگر تو هم وطن عزیزم عادل هستی و به عدالت ایمان داری و تو هم هموطن عزیزم به دنبال حقیقت هستی تشویقت میکنم مطالعه کن قرآن رو بخون انجیل عیسی مسیح هم بخون لطفا انجیل مسیح رو بخون که عیسی مسیح به ما میآموزد دشمنان خود رو محبت کنید دعای خیر کنید براشون و لعنت نفرستید قرآن رو بخونید خواهش میکنم میگی حسلش رو ندارم خسته شدم اصلا من قرآن بلد نیستم عربی بخونم این یکی از هیله های شیطان بود دیگه کتابی رو به ما معرفی کردن که به زبان عربی باشه که اگر شما یک کمی اونو بالا پایین بخونید معنیش عوض میشه اعوش رو عوض کنید عوض میشه اصلا معنیش شما بی حوصله باشی نخونی پس همه نرفتن دنبالش ولی یه عده رفتن شدن آخون یه عده رفتن شدن استاد دانشگاه اسلامی هموطنان اونها میدونن حالا شما میگید چرا اونها که انقدر خوب میدونن دارن از این قرآن دفاع میکنن باور کنید آنچه را که من به شما اعلام کردم و بازم میخوام بگم امیدوارم هیچ مسلمانی ناراحت نشه من بازم گفتم من عاشق مسلمانان هستم خدمت من برای مسلمانان هستش و هدف من این هست که مسلمانان نجات پیدا کنن دین اسلام این هدف من هستش اما هموطنان اون آخوند اون آیت الله اون خامنه ای اون استاد دانشگاه اسلامی چرا قرآن رو میخونه توش میبینه اعدام و زدن دست و پا هست زن نصف حق مرد رو داره زن کشزار مرده زن انقدر بیارزشه توی قرآن که یک مرد میتونه چهار تاشو داشته باشه انگار معامله میکنه میخره بیزینس میکنه حتی شما میدونید عقد عقدی که میگه عقد عزیزان از یک قرارداد میاد پیوند نیست پیوند فقط در مسیحیت هست در کلام خدا هست میگه پیوند ما در قرآن پیوند نمیبینیم چون از دیدگاه قرآن چون نویسندگان این کتاب مردها بودن در اون پر از اچاف بر زن هست سوره نسا رو برید نگاه کنید به طور خواهد سوره 34 38 رو نگاه کنید که یک مرد میتونه زنش رو بزنه حالا میگه چطور خیلی از زن هستن که خودشون هم معلمین قرآن هن. اینا چرا قبول کردن چرا استاد دانشگاه اسلامی قبول میکنه چرا آخونده قبول میکنه به خاطر اینه که اسلام که پشت شیطان هست قدرت شیطان قدرت داره هم... هموطنان عزیز چرا همه شما خودتون هم یه اشتباه میکنیم میگه شیطان گولم زد شیطان گولم زد مگه غیر از این هستش شیطان قدرت داره و پشت اسلامه و به توسط اسلام خیرت رو از مریدان اسلام میگیره اگر یک مسلمون متعصب شما دیدید که نماز میخونه مطیع جمهوری اسلامی هست میگه گردن بزن دست بزن پا بزن زندان کن بکش مخالف رو برخلاف انجیل عیسی مسیح برخلاف حقوق بشر برخلاف یک ایده سالم برخلاف یک بچه پنج شیش ساله که دلش نمیاد حتی یه مورچه رو بکشه صحبت میکنه آیا به این نتیجه نمیرسیم که اسلام خرد رو از مریدان خود خواهد گرفت بریم با هم دیگه ببینیم که یکی از بیخردان که به عنوان استاد دانشگاه ادبیات قرآن هست حالا یکی از دوستان ما اسنی برام میگفت قرآن چه اصلا ادبیات داشته باشه چه ادبی توش هست چه خوی و مرام انسانی توش هست عزیزان من بچه قوم متولد قوم هستم من توی سازمان های سیاسی فعالیت کردم سیاسی اسلامی فعالیت کردم تیر خوردم به خاطر باورهای اسلامی از همین جمهوری اسلامی تیر خوردم تنها شاهد یک بیمارستان هستم که امروز دارم سفت و محکم با تو صحبت میکنم هموطن خوبم بیدار شو قبل از اینکه دیر بشه چون فقط مسلمان بودن مشکل تو نیست ابدیتت هلاکت خواهد بود چون به داوری میری هموطنم تو با چه باوری میخوای بری در حضور محبت خدا عدالت خدا رحمت خدا حکمت خدا چی میخوای بگی میخوای بگی معلم قرآن آخونده اینا گفت شما هم سهمی داری بریم با همدیگه کلیپی رو ببینیم و یکی دیگه از رسوایی های اسلام رو ببینیم خواهش میکنم نگو مسلمان هستم ایرانی حیفه که مسلمان باشه بریم با هم دیگه. ایرانی باید خردمند آزادی خواه باشه و بتونه با عشق زندگی کنه هی hey, ایرانی هایی که مسلمان باشن و از عشق دور باشن فردا هیچ کس نمیتونه من متهم کنه من اگر نگم به قرآن خیانت کردم قرآن رو باید درست معنا کرد گفت یک ان یق... نگفت ان یقتلو یقتل یعنی چی؟ ها یک ان یقتلو زجر کش بشون نکشته بشون آیه اینه علمای بزرگوار ما هم که اهل تفسیره ما را نصیحت کنند اگه خلاف ترجمه میکنیم ان یقتلو زجر کش بشوند او یسلبو به دار آویخته بشوند او توقت تا و ارجلهم من خلاف بشنویدا یه دونه این اجرا بشه ما دیگه نوبت بعدی ها که به پیاز خوابانده شده اون غلط میکنن بیان به میدان چون این باید علنی باشه در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن درسته؟ بله خب بعد میگه با بدوزی قطع بشود بریده بشود دست را دست راستشون با پای چپشون خیلی گرفه ها یه دست راست بریده بشود چهار انگوش و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود اینطوری رها بشه در اجتماع او یونفو من الارز و نفی بلد تبعید بشود نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره بفرستن در وسط دریای یه کشتی قرازم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره این میگه نفی بلد نفی بلد بعدم من از دوستانی که واقعا چی بگم خدا اینهای رئیسی رو برای ما نگه دارد من اینو خوش ندارم یعنی درست نمیدانم ما بگیم یه عده جوانن احساساتی شدن پس مرخصید نه اینا اگر احساساتی شدن چرا به نفع شهدا به نفع نظام احساساتی نشدن احساسات همین رو که نصیحت میکردی ما رو میکشتن همین در پری روزها اینا اینن احساسات نداریم حکم الله را بدون تعارف یک نکته دیگه بگه من نمیدونم تا چت ولی به خاطر روشنگری بله اصلا ما شب همینه دیگه حضور ما در ویژه برنامه نگاهی که دشمن دشمن سویستف... نمیخوام سو استفاده حالا اگه اون دیگه بحث دیگه است همون شب من با آقای الاسکری زنگ زدم گفتم آقای الاسکری 500 نفر میخوام بیان طرف صدا بپرسید بپرسید آقای الاسکری 500 نفر واقعا با شرایط بسیار نامعمول و شرایط بسیار خاصی نیروی انتظامی زنگ زد من گفت که الان 500 نفر از این مسیر داره میان طرف صدا ما شما مثلا بگید که نیروی دیگه ای مثلا دوستان شورای امنیت کجا نشسته چون همه نمایندگان شورای امنیت و اتا... اونجا در اتاق فهم. نشستن دیگه به ما کمک نیرو برسونن من با آیل اسکی زنگ زدم گفتم آیل شما هر چه نیروی بسیجی دارید نیروی دیگه دارید تا زمانی که نیرو برسه اونجا حتما بذارید در اونجا که مراقبت بکنم ما تو سازمان بودیم ایشان هم گفت بله باشه ولی لطفا تصدی بشه یا در شیه شبیه اینا مثلا تویت میکردن با هم نگاه خب این فیلم ها رو به احتمال زیاد چیز میکنن ها مم. پاک میکنن میاد میگه بعد پاکش کنی اینو سیف کن رو گوشی آره این موتوریه زدش چرا اصلا داره شیشه رو میشکنه چه میگه مرد میگه تو تجمع مردمو کردی تو که باز بدیزی بیرون ببین 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 کسی آورده بودی تو نه مشتری بودم مشتری بودم ببین درو با کعبوزه اینجا رو نگاه کن آدم ببین ابوذر دیوونه همه رو داشتن خرید میکردن درو با کعبوزه ببین چیکار کرد ابوذر ببین اونو میذارم میزنم زمین ای بی ناموس هم رو موتورم. هم زدم زمین زد نامردی زدم زمین بچه هیست ساله رو زد خب این همه خب من این فروش نه بده چه اولی نیست باید بدی بذارم چهار رو زنگ بزنم درست اینو بری زگوشید اینو بری زگوشید که اگه آمدن در من با شنهای خاموش شیراد کلانتری را تیش لدند در خود مالی آباد روح الله بله هموطن عزیزم شاهد بر این بودیم آنانی که در ایران مدعی این هستن که خدا دوستن الله دوستن صد درصد الله دوست هستن افتخارشون بت الله هستش هیچ فرقی نمیکنه آخوند باشه استاد باشه معلم کتاب قرآن باشه بسیجی باشه پاسدار باشه نیروی انتظامی باشه اسلام خرد رو از اون شخص خواهد گرفت و مجال این رو نمیده که نه خودش زندگی سالم داشته باشه و نه دیگران زندگی سالم داشته باشن از مزمور پنجاه خوندیم که وقتی که ما در حضور خدا هستیم و میخوایم از او تشکر کنیم شک گذار باشیم او رو بپرستیم خداوند نیز اعلام کرد که من خونخوار نیستم هدف دارم از اینکه قربانی رو گذاشتم از اینکه تو بتونی به خرد برسی به عدالت برسی به انصاف برسی و نه همچنین معلم قرآن که شما کلیپش رو دیدید و بعدم دیدید که حقیقتا انجام دادن یعنی آنچرا که محمد گفت اطرافیانش گفتن مریدانش گفتن 1400 سال پیش با سرزمین ما چه ها کردن و تا به امروز ادامه داره اینها رو اعلام میکنم هموطن عزیزم فقط از دست نظام اسلامی خودتو رهایی نده از دست اسلام خودتو رهایی بده در 15 سال پیش شاید میشد ما بگیم فقط میخوایم از دست نظام اسلامی رهایی پیدا کنیم چون خیلی نمیدونستیم شما ببینید که اینها به اوجی رسوندن اون ایدولوژیشون رو و اون حقیقت تلخی که در قرآن برای اونها مریدان قرآن هست و مسلمانان هست که علنا دارن با مردم ما با حتی با خیشان خودشون چگونه درگیر شدن چون در وجود این استادی که شما الان دیدید روح خدا که نیست هرگز 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 یک مسلمان روح خدا رو نداره روح حیات رو داره به طور خاص رهبران اسلامی کاملا روح شیطان رو دارن رهبران اسلامی کاملا روح شیطان رو دارن آخوند باشه بسیجی باشه سپاه باشه کاملا یعنی از گفتارشون مشخصه و شما گفتار اون رو دیدید میخوام ادامه مزموره رو برای پنجاه رو براتون بخونم که کلام زنده خدا یهوه چگونه میگه یهوهی که خدای کورش بود خدای داریوش بود خدای خشایار شاه بود هموطن عزیزم اعلام میکنه همه پرندگان کوها را میشناسم و وحش صحرا نزد من حاضرند یعنی حیوانات صحرا اگر گنس نمی بودم تو را خبر نمیدادم دادم زیرا که را به مسکون و پری آن از آن من از جهان از آن من از حیوانات از آن من از خدا داره میگه آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم برای خدا قربانی تشکر بگذران و نزهای خیش را به حضور اعلا وفا نما در حضور خداوند اون روحیه شکرگزاری قلبی رو داشته باش که با عشق میاد نه با کینه و نفرت آخه کتابی که کینه داره میکاره تو دلت هموطن عزیزم میگه کسی که با تو نیست هم فکر تو نیست برو نابودش کن مگه خدا خودش قادر نیست نابود کنه ما در کتاب خروج که یکی از پنج کتاب تورات هست چهارده چهارده خروج چهارده چهارده خدا به اسرائیل میگه تو نجنگ من برای تو میجنگم حالا این الله بی ارزه چگونه هستش که انقدر بدبخت و بیچاره است از بنده هاش میخواد برای اون بجنگه آخه یه خود همینجوری فکر کنید دیگه چرا میخواد چرا تو خود قرآن بیش از چهار جا... کلمه جهاد و جنگه قتل سربریدن دست بریدن هستش گردن زدن هست هموطنم چرا لحظه ای فکر نمی کنیم من هرگز اینجا نیستم که تو رو از دینت برگردونم نمیخوام میخوام فقط یه تلنگه ای باشه به ذهن و فکرت بیدار شو نمیخوام بهت بگم که بیا مسیحی بشو مسیحیت یک انتخابه میخوای بیشی میشی نمیخوای نشو چون خدا تو رو آزاد آفریده بعد اگر درک کردی یک افتخار برات خواهد شد اما از این دین اسلام این نظام اسلامی اومده صحبت من اینه که بدونید چوبی که داری میخوری از آخون نیست چوبی که از محمد به تو رسیده 1400 ساله چوبی که از قرآن اومده از باور اسلامی تو اومده یک جا باید تمونش کنی اینو نظام اسلامی هم اگر رفت با باورهای اسلامی اینو بدون ابدی نخواهی شد هموطن عزیزم با آنچرا که این استاد به اصطلاح قرآن گفت استاد قرآنشون بود دیگه ما که اینجا نساختیمش مال خود جمهوری اسلامیه صد در صد تو هم وطن عیزم هر چقدر مسلمون باشی از اون مسلمونتر تر نیستی آگاه تر نیستی حالا خیلی اصلا اسلام رو گریم میکنن خوشگلش میکنن نکنید این کارو زهر رو توش آبم که بریزی زهره شربت هم توش بریزی شیرینش هم بکنی زهره از این رو هستش که خیلی رو با شیرینی و شربت زهر قاطی کردن خورد مرد اگر نباید میمرد دیگه میگفتن ای زهر شین الان خیلی هستن اینا لیبریست اسلامی هستن مانند آقای بازرگانی که با خود همین خمینی بود پسراش هم الان این ور اونور ولن اونها هم دارن دفاع میکنن از اسلام گریم کردن اسلام رو اسلام رو گریم کردن اما تا تا زمانی که جان در بدن من هست و مبارزین حقیقی هست ما دیگه اجازه نمیدیم ما اجازه نخواهیم داد آگاهی میدیم به مردم آگاهی میدیم تا مردم آگاه بشن رهبران ایران و اپوزیسیون ایران بدونن با باور اسلامی هرگز هرگز ایران آزاد نمیشه با باور اسلامی تو خودت هم که توی اپوزیسیون هستی آزاد نخواهی بود اسلام آزادی نمیاره آرامش نمیاره نویسنده اعلام میکنه پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصی هم کسی که حقیقتا شک گذاره حقیقتا ذات خدا رو میشناسه محبت خدا رو میشناسه پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خلاصیدم و مرا تمجید نمایی اون زمان هست وقتی آزاد میشی از خرافه از دروغ از کینه از نفرت از خشم شرارت شیطان اون زمان هست هموطن عزیزم تو میتونی در حضور خداوند خوب عبادت کنی خوب پرستش کنی در غیر این صورت نمازی رو که اصلا نمیفهمی داری چی میخونی عربیه قرآنی که نمیفهمی داری چی میگه میخونی بلند میشی میری کربلا و مکه اصلا نمیفهمی داری برای چی میری بود داری میکنی این شده که کشور ما اینقدر برکت شده و کشورهای اسلامی دیگه اینقدر برکت هستن و ادامه میده و اما به شریر خدا میگوید یعنی به این استاد قرآن یعنی به خامنهایی به اینها که مدعی هستن و به مردم رو توی مسیر فریب قرار دادن و الله رو خدا معرفی کردن و اسلام که حزب بود دین معرفی کردن خدا داره به اینها میگه اما شریر اما به شریر خدا میگوید تو را چه کار است که فرایز مرا بیان کنی که به نام من از قوانینی بگی ای استاد دانشگاه به اصطلاح قرآن تو کی هستی تو چگونه میتونی با این همه کینه و نفرت با این همه بیخردی اعلام کنی اینا قوانین خدا هست پس منتظر داوری باش منتظر باش امیدوارم که خداوند قلب تو رو لمس کنه اگر اجازه بدی و توبه کنی ای استاد دانشگاه ای آخون ای خامنه ای ای بسیجی ای سپاهی و اما به شریر خدا میگوید تو را چه کار است که فرایز مرا بیان کنی و عهد مرا به زبان خود بیاوری تو اجازه نداشتی این کارو کنی مگه هر کسی میتونه بلند شه بگه من میخوام از کلام خدا بگم از خدای قدوس کسی میتونه سخن بگه که توبه کرده به مسیح ایمان آورده و به توسط روح القدس کلام خدا رو بیان میکنه با امید و شادی و اقتدار نه هر کسی مانند آخوندها و مانند این بسرا اساتید دانشگاه قرآن چون که تو از تعدیب نفرت داشته ای بله میترسه 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 بیاد اونجا بگه الله بوته میترسه بیاد بگه قرآن از طرف خدا نیست چون که تو از تعدیب نفرت داشته ای و کلام مرا پشت سر خود انداخته ای بله اهمیت ندیدی گفتی تورات و انجیل تعریف شدن چرا تعریف شدن؟ چون همش از محبت و عشقه همش از حکمت هیچ نزدیکی به جملات توی قرآن نداره خب حق داره نمیتونه خودشو که نفع کنه شیطانه دیگه شیطان نمیتونه خودشو نفع کنه بگی من نیستم ولی میتونه راستی و حقیقت که در برابرش ایستاده بگه نه این حقیقت نداره اینو بزنید کنار اصلا نخونید اصلا گناه داره انجیل بخونید میگه تورات رو نخونید گناه داره میگه اینا تعریف شده حالا چیش تعریف شده نمیاد دیگه بقیه رو که بگن ولی چگونه هستش که قرآنی که میگه سر بزن گردن رو بزن دست رو بزن زن باید یک لباس مخصوصی داشته باشه فقط دماغش بیرون باشه حرفم که میخواد بزنه چادرش تو دهنش رو کنه یه جوری حرف بزنه مرده نفهمه این زن هست زنی که خداوند شکل خودش آفرید زنی که خدا گفت تو مشاور هستی توی خانواده تو باید به مرد مشورت بدی مطابق کتاب پیدایش باب سه بایی باب دو مشورت دهنده زنه امروز ما میدونیم که علم پزشک علم مغز به این نتیجه رسید که زن ها تمرکز بیشتری از مردها دارن و این هم ساده است ما مردا به یک موقعیتی هم تمرکز کنیم خودش خیلیه ولی خانم ها طوری خدا آفریده که داره صحبت فلانی رو گوش میکنه حواسش به بازی بچهش هست نگران اون بچهش که تو مدرسه هست همینطور همه جا داره فکر میکنه چون خدا زن رو مشاور آفرید و شیطان از همون ابتدا زد به زن در باغ عدن که آسیب بهش بزنه و این اختلاف بین مرد و زن ایجاد کرد تا رسید به قرآن که قرآن دیگه کاملا انقدر روش زیاد شد شیطان وقتی که حزب خودش آورد به نام حزب الله علنا میگه زنتو تو کتک بزن توی نهج البلاغه علی میگه اگه زنت به تو گفت از باب پشتبان داری میافتی پایین تو بیفت ولی به حرف زنت نرو لطفاً بخونید مردان فراموش کردم دقیقا کجا هستش اینو زمانی من خوندم که مسلمان بودم و باور کنید تعجبم نکرد برای همین میگم اسلام خرد رو میگیره از مریدان خودش از منم گرفته بود در گذشته که از شب تا صبح نماز امام زمان میخوندم هیچی من نمیشد ولی یک روز برای شفای دخترم میرفتم جمع کران قوم یک روز یک کشیش که از نظر اسلام و از نظر من نجس بود و باورهای اسلامی یک دعای دو دقیقه ای کرد و دختر من شفا گرفت بیدار شو ایرانی بیدار شو ای ایرانی کوروش کوروش نکن مرید فکر کوروش باش که کوروش خداش یهوه بود و اعلام میکنه چون که تو از تعدیب نفرت داشته و کلام مرا پشت سر خود انداخته ای چون دوز را دیدی اه. دیدی خامنه ای می دزده. آقای استاد قرآن آقای خاخون آقای پاسدار و بسیجی دیدی خامنه ای دوزه بچه هاش دوزن روحانی دزده دوزای جمهوری اسلامی این همه اختلاس رو دیدی چون دوز را دیدی او رو پسند کردی ازش دفاع کردی از همدیگه دفاع کردید و نصیب تو با زناکاران است یعنی همون بلایی که سر خائنین میاد به خدا به شما خواهد آمد سکوت کردی از این رو دارم میگم ایرانی که از ترس برای مانی برای پول سکوت میکنی ببخشید مانند همونها هستید مانند خامنه ای هستید سکوت چرا میکنی؟ تو سکوت میکنی هموطن دیگت کشته بشه جوون دیگه کشته بشه چرا سکوت میکنی تو در داوری در کنار او قرار خواهی گرفت و ادامه میده چون دوز را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است دهان خود را به شرارت گشوده ای و زبانت حیله را اختراع میکند شما ببینید چقدر اینها دروغ میگن چقدر خامنه ای دروغ میگه فرمانده سپا دروغ میگه روحانی دروغ میگه آخوندا دروغ میگن اصلا دروغ ابزار اسلامه برای نجات اسلام باید دروغ گفت خود اسلام این رو میگه نشسته ای تا به ضد برادر خود سخن میگه و بسیار هست در این رابطه وقت ما نداریم بیشتر از این بخوام بپردازم اما آنچه که در دلم هست میخوام اعلام کنم اگر امروز به عنوان یک فرد خدادوست تو هم وطنیزم روز روز شگذاری هست اینجا برای تو هم گذاریه. چون کلام خداوند اعلام میکنه همیشه گذار باشیم در نامه افسیوسیان رو براتون میخونم از پولس رسول که اشاره میکنه که همیشه گذار باشیم روحی شکرگزاری در فعل در عمل نه در سخن نه در نماز جماعت طولانی که مردم رو این آخوندها جمع کردن در طول سالها و به جای اینکه به اونها محبت بیاموزن حکمت بیاموزن مسیر عدالت را بیاموزن اسلام رو آموختن خیلی از عزیزان توی اپوزیسیون هستن دارن بازم اشتباه بزرگان گذشته رو میکنن همون بزرگانی که حزب شیعه که بر علیه اسلام بود رو اسلامیش کردن و اونها همش میگن آخوند آخوند هموطنان عزیز ریشه آخوند اسلامه دیگه ما نداریم نماینده اسلام آخونده قبول کن دیگه چرا میخوای برو تاریخ رو نگاه کن نماینده اسلام آخونده میگی نه آخوند نیستن معلمین هستن الان که شما تو چند دقیقه پیش دید عزیزانی که نهیدن لطفا در تکرار این برنامه ببینید عزیزانی که رو فیسبوک هستن خواهش کنم روی فیسبوک برو شیر کنید <applause> چون که متاسفانه مدتی از ما رو هم بلاک کردن توی فیسبوک به خاطر راستگوییمون میکنه این کار شیطان سلطنت میکنه بر روی زمین ما رو شیر کنین لطفا با دیگر دوستانتون به طور خاص این برنامه رو شیر کنین با دیگر دوستانتون اما اگر میخوای شو گذار حقیقی باشی به مسیح ایمان بیار و پولس رسول پندش این هست در نامه با باب پنج اعلام میکنه پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. میگه شما فرزندان خدا هستید شما شکل خدا فریده شدید و در محبت رفتار نمایید یک شخص شوق گذار یک شخص خدا دوست یک شخصی که با خدا در تماس هست خدا 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 میکنه عملش باید نشون بده محبتش باید نشون بده نه فقط لب لب بزنه مثل خمینی دروغگو توی بی زهرا این همه وعده دروغ داد من متاسفم برای این یا این پاسدارای جوجه این اطلاعاتی های جوجه آخه شما که اون موقع هنوز به دنیا نایمده بودید جوجه ها چی میفهمید که خمینی چقدر خیانت کرد خمینی زمانی که صحبت میکرد من هفتش متری خمینی بودم توی بیز زهرا دومین سخنرانی خمینی رو ما وقتی گوش کردیم فهمیدیم این مرد مشکل روانی داره دیوانه است و کنار کشیدیم و باهاش مخالفت کردیم حالا تو که اصلا نبودی هیچی نبودی امروز پاسدار شدی اطلاعات شدی حیف نیست ادامه حیاتت رو تو دست شیطان دادی و همین روزا قطع خواهد شد تو حلاک میشی چرا میخوای حلاک شی؟ آخوند پاسدار بسیجی قبلا هم اعلام کردم قبل از اینکه دیر بشه لباسهای خودتون رو دم خونه هاتون بزارید, بزارید همسایه ها ببینن به هیچ وجه موافق خشونت نیستم چون نه کلام خدا نه روحی که در من هست ما رو تعلیم به خشم میده اما قبل از اینکه دیر بشه خواهشم این هست اعلام کنید کنی. می میتونید با ما تماس بگیرید ما این رو به یاد خواهیم داشت اسامی شما رو خواهیم نوشت و مطمئن باشید اول به فیض خدا و بعد نفوذی که در اپوزیسیون داریم در ایران آزاد مطمئن باشید شماهایی که کنار میشینید پاستارها و بسیجیها و آخوندها دولتمندان توبه میکنید میای کنار آخوندها لباس رو باید درارن این اعتراض شما به این دولت بی ادالته. اگر میخواید در آینده خدمت خود رو به نوعی که در آینده دولت آینده در نظر میگیره داشته باشید بدون لباس لباس رو درارید لباس شخصی بپوشید با لباس شخصی بین مردم باشید هیچ فرقی نمیکنید خدا نماینده نداره رابطه انسان با خدا عیسی مسیح واسطه رو برداشت واسطه ها خراب کنم. منم واسطه نیستم بین مردم و خدا هرگز منم یکی از مردم هستم که از کلام خداوند دارم میگم پس هموطن عزیزم با هوشیاری تحقیق کن اگر میخوای خدا دوست باشی اول خداشناس شو به توسط کلام خدا انجیل مسیح و در عمل ثابت کن همون گونه که پولس رسول نیز اشاره میکنه و در محبت رفتار نمایید چنان که مسیح هم ما را محبت نمود یعنی روی صلیب بهر گناهان بشریت رفت مرد و قیام کرد اون پادشاه حقیقی هست که جانشو برای ما داد نه این خامنه که نشسته ادعای رهبری میکنه به نوه و بچه و خواهر و برادر خودش میرسه اما بقیه رو میگه بکشید از من ببرید هم ما را محبت نمود و هم خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبو گذرانید کسی که مسیح ایمان می آورد یه احتیاج نیست قربانی بده چون مسیح قربانی داده اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود چنان که مقدسی را می شود خب پس اعلام میکنه و بعد چون وقت نیست من مجبورم آیات دیگه رو زمرمون ایزان نامه افسسیان باب پنج رو مطالعه کنید از 15 به بعد نیز اعلام میکنه پس با خبر باشید چگونه به دقت هموطنان عزیز اشاره به شماست با خبر باشید چگونه به دقت رفتار نمایید نه چون جاهلان نه چون این استاد قرآن نه چون خامنه ای نه چون این آخوندا اینا جاهلن دقت کنید پس با خبر باشید چگونه به دقت رفتار نمایید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان که میدونن خدا محبته خدا عدالت خدا عشق خدا انسان رو نیافریده که بهش بگه این کارو کن اون کارو کن خدا انسان رو آزاد آفریده خدا همیشه در کلامش بهترین پیشنهاد و داده اما زوری نیست این مذهبه که میگه به زور باید این کارو کنی خیر به قول یکی بود من اصلا میخوام برم تو جهنم خدا مانع نمیشه خدا دوست نداره کسی هلاک بشه ولی خدا آزادی هیچ انسانی رو نمیخواد بگیره اما الله میگیره چون الله بوته و پشت شیطانه اسلام میگیره چون ش... اسلام یک حزب شیطانیه و پشتش روحای شریر هستن و جمهوری اسلامی مانع میشه چون دست شیطان هست و ادامه میده پس با خبر باشید چگونه به دقت رفتار نمایید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است روزهایی هست که شیطان داره حمله میکنه اگر فضا رو باز کنید بیشتر از این مجال بدید به این نظام اسلامی بازم میکشه فقط کشتن نیست که توی خیابون جوانان معترض رو میکشه مردم معترض رو میکشه جنگ هایی رو درست میکنه و توی سختی و تنگی امور اقتصادی جوانای ما رو مجبور میکنه بر فرض برای سه چهار میلیون بره با فلان کشور به جنگه مگه این کارو نکرده مگه تو سوریه با مردم سوریه نجنگید در یمن مگه این کارو نکرد در لبنان مگه این کارو نکرد در عراق مگه این کارو نکرد کارش اینه یعنی اسلام اومده شیطان اومده روحای شریر اومدن فقط هلاک کنن قرآن محمد اسلام امام ها همه برای حلاکت اومدن تصمیم تو بگی ایرانی تو یک ایرانی هستی تصمیم تو بگیر حیاتت رو از اسلام بدون نخواهی داشت اما حلاکت رو از اسلام خواهی داشت و نیز ادامه میده از این جهت بی فهم باشید بلکه بفهمید یعنی برید تحقیق کنید درک درست داشته باشید که اراده خداوند چیست اراده خدا این بود که انسان ابدی باشه شاد باشه خوش باشه در سلامتی باشه رستگار باشه رستگاری رو داشته باشه و مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه از روح پر شوید این اراده خدا بود که از روح خدا پر بشی مست شراب نیم مست این دنیا نه موضوع خوردن شراب باشه و باز ادامه میده و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید دیدید که در ابتدا من مزمور کلام خداوند مزمور خوندم و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید شادی کنید نه در غم و اندو آشورا تاسوا رفتی سینه زدی زنجیر زدی جوابش گرفتی نظام اسلامی دیدش کار کن اون پرستی توبه کن ایرانی توبه کن برای زدن به سرید من توبه کردم منم زنجیر میزدم منم سینه میزدم منم گل تو سرم می زدم یه زمانی اما وقتی مسیح ایمان آوردم چشمان من رو خدا باز کرد مغز فکر من رو باز کرد اینها بت است و خدا از اینها رضایت نداره اما شیطان دخیل میشه تا زندگی تو رو در آشوب قرار بده توبه کن و دخالت نکن در این برد پرستی و بت و ادامه میده و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید و همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید خدا شناسی کاری که من میکنم معرف کلام خدا هستم تا خدا رو بشناسید و مسیح گفت من آمدم تا خدا را به شما بشناسونم سپاسگزار هستم که با من بودید میخوام قسمت دیگه از اراده خدا رو براتون بخونم باشه که برسه به گوش این استاد بیخرد قرآن که تمام اساتید قرآن بیخرد هستند اگر میخواندن و متوجه میشدن برمیگشتن مشخص بود که بیخردی رو اونها تاثیر نذاشته اما تاثیر گذاشته در نامه فیلیپیان چهار چهار میخونیم این اراده خداست برای تو هموطن عزیزم اعلام میکنه در خداوند دائم شاد باشید شادی که از خدا میاد نه به توسط پول حتی نه به توسط سلامتی سلامتی خوبه پول خوبه همسر خوب خوبه اقامت در یک سرزمین بسیار نیکوست رسیدن به آرزوها تحصیلات و آنچه که دوست بسیار خوبه اما شادی که خدای حقیقی یهوه به تو میده به توسط روح القدس که باز درش حکمت خرد هست در خداوند دائم شاد باشید و باز میگویم شاد باشید اعتدال شما بر جمعی مردم معروف بشود خداوند نزدیک است در کنار تو هموطن عزیزم فقط کافیه که حقیقت رو بطلبی و خدا خودش رو بر تو آشکار میکنه برای هیچ چیز اندیشه نکنید بلکه در هر چیز با صلات و دعا باش و گذاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت در عیسی مسیح ما به رستگاری میرسیم ما به شادی میرسیم ما به امنیت میرسیم ما به آرامش میرسیم ما به قوتی خواهیم رسید که باعث برکت زندگی خودمون و دیگران خواهد شد در انتها خواهش میکنم هموطنان عزیز امیدوارم اگر هموطنان مسلمانی بودند تلخ شدید من پوزش میخوام خواهش میکنم اگر تلخ شدی به همین زربور مثل که میگه حقیقت تلخه اشاره میکنم امروز این حقیقت تو رو تلخ کرده برو قرآن تو بخون برو انجیل ایسای مسیح رو بخون برو تاریخ اسلام رو بخون تاریخ تبریک که مال خودشون هست لطفا بخونید من انسان خیلی باسوادی نیستم من کم سوادم اما انسان عاشقی هستم از این عشق هست که خدا به من برکت نجات و رستگاری رو داد به توسط ایمان به مسیح مسیح از این عشق هست که تو هم وطن عزیزم رو که دینت ایدئولوژیت با من متفاوت هست اما دوستت دارم اما عاشقتم وقتم رو میذارم بهایی میدم من هم نمیذارم سرت تا تو آزاد بشی تو به این شادی آرامش برسی در مقابل این نظام اسلامی بیستید کوتاه نیایید لطفا کوتاه نیایید نذارید خون این فرزندان ایران پایمال بشه این باختگان میهن این مبارزین که بر علیه تاریکی مبارزه کردن نذارید خواهش میکنم اگه بی تفاوت باشید به نوعی پیروی نظام اسلامی رو کردید اینها ترسوتر از اونی هستن که هم عزیز ما فکر میکنیم به قدرتش رو نگاه نکنید قدرت خدا یهوه بیشتر از این هاست در انتها از خداوند میخوام در نام عیسی مسیح هموطنان عزیزی که بیننده این برنامه هستن به آرامش و قوت و سلامتی برکت بده به مستعت های دلشون و از تو میخوام خداوند به توسط روح القدس باران شناخت معرفت خودت را جاری کنی تا ایرانیانی که مشتاق حقیقت هستند به تو ایمان بیاورند و زندگی ایرانی ها را تو برکت بدی و در نام عیسی مسیح خداوندا آخرین فرصتی که ای خدا به این نظام اسلامی میدی الان باشه قلبهاشون رو لمس کن اگر ایمان آوردن به تو و توبه کردن و از ملت ایران پوزش خواستن به اونهای ای خدا فرصت بده در غیر این صورت از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق فیض دانان را ساقط کنه ای خداوندا نظام اسلامی رو ساقط کن نظام اسلامی رو واژگون کنه ای خداوندا و برای جلال نامت از مردان و زنان خردمند استفاده کن برای خدا آزادی و آبادانی کشور عزیزمون ایران و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم تا برنامه دیگه شما را به دستان پرفیز مسیح میسپارم